عرض ادب و احترام دارم و درود میفرستم به همه شما بزرگواران. امروز 25 دی ماه 1400 مصادف با 15 ژانویه 2022 در خدمت شما هستم بعد از مدت ها و با یک لایو با عنوان مارپیچ سکوت. زنده باد سید محمد حسینی لیدر ریستارت. دوستان نوشتن درود میفرستم به همه شما بزرگواران. و موضوعی که در واقع منو واداش که این لایو رو در خدمتون باشم اتفاقاتی بودش که تو این چند وقته در واقع تلاشایی که بچه‌های ریستارت کردم و خودم در واقع شاملش بودم و هشتگ سانسور ریستارت تاوان دارد. دقیقا درست میفرمایید و همه بچه هایی که تلاش کردن من از همینجا درود میفرستم به همشون. امروز در واقع من بحث مارپیچ سکوت و چی شده که ما در واقع در بایکوت و سانسور به سر میبریم، تا قبل از این که ما ندونیم در واقع میخواییم کجا بریم و داریم چی کار میکنیم، در واقع هی یک لوپ تکراری رو در داخلش قرار میگیریم و در واقع این لوپ ادامه پیدا. وقتی ما داریم در مورد مارپیچ سکوت و روش های بایکوت و سانسور اپوزیسیون و ریستارت صحبت میکنیم، در واقع باید کل الگوریتم رو بشناسیم و در واقع وقتی که من یک وجهش رو نگاه کنم، فقط یک وجهش رو نگاه کنم، هر 6 تا وجهش رو باید نگاه کنیم. خود کل در واقع مجموعه ریستارت از یک همچین فرمولی بهره میبره. یعنی همیشه ریستارت مجموعه بوده که اگر شما بخواید ریستارت رو درست درک کنید، باید به قول معروف الگوریتم ریستارت رو بدونید. برای اینکه الگوریتم ریستارت رو بدونیم، پس باید مجبوریم که یه مقداری بر اساس الگوریتم حل کنیم. شما هر چقدر تلاش بکنید که این مکعب رو حل کنید، اگر الگوریتمش رو ندونید و نتونید این الگوریتم رو اجرا کنید، در واقع به هیچ عنوان امکان حل کردن این مکعب وجود نداره. ممکنه یه صفحه یا دو صفحه رو حل کنید، ولی کامل به طور کامل هیچ وقت نمیتونید که کل این مکعب رو حل کنید. چجوری میشه که ما در واقع در یک گردابی قرار میگیریم، در یک مارپیچی قرار میگیریم که باعث خودسانسوری و باعث سانسور ما میشه؟ چه اتفاقایی میافتن، چه المانهایی در واقع اینجا بازی میکنن که ما بیشتر و بیشتر و بیشتر هم سانسور بشیم هم ما رو سانسور میکنن؟ یادم باشه که ما در جنگی که در اپوزیسیون ریستارت و داریم انجام میدیم، در مقابل ما تمام سازمان های اطلاعاتی امنیتی کل دنیا قرار گرفتن و این تکنیک ها رو اونا دارن استفاده میکنن و ما در واقع بی اطلاعیم. خیلی وقتا بی اطلاعیم و داریم یه کاری رو میکنیم بدون اینکه بدونیم داریم چیکار میکنیم. در واقع ما داریم تو زمین اونا بازی میکنیم. برای اینکه بفهمیم بازیشون چیه، باید زمینشون رو بشناسیم، بازیشون رو بفهمیم و بر علیه اون دوباره شروع کنیم یک راهکاری رو انجام. نظریه های شکل‌گیری اجتماعی در دو سطح خرد و کلان در واقع صحبت میکنن و اصولا توی این مارپیچ سکوت که در واقع مدلی از خانم نول نیومن، یک دانشمند آلمانی تو زمینه در واقع علوم اجتماعی، این نظریه تقریبا دهه 70 اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 به وجود اومد و یعنی در واقع بنیانگذاری کردش. در واقع یه مدلی رو داره بیان میکنه که افکار عمومی چجوری شکل میگیرن و افکار عمومی چه شکلی گرایش های مختلف پیدا میکنن به جهت های مختلفی که در واقع توی این جهت ها شروع میکنه و در واقع دوست این اتفاقی که در واقع میفته برای این که مردم بیان افکار عمومی رو جهت بدن، به چه صورت این جهت دهی انجام میشه. لیدر محترم ریستارت که من باید حتما یادی کنم از ایشون، به خاطر اینکه واقعا این هینتا و تلنگرا رو ایشون تو ذهن ما جا انداخته، یه برنامه رفتم به نام طلسم و جادو. ایشون یکی از متخصصین رسانه، یعنی اگر بگیم یکی از تاپ تریناش اقراق نکردیم. ایشون که اون
به قول من برنامه طلسم جادو گفتم که داره چه اتفاقی میفته، چجوری ما ها طلسم میشیم توسط رسانه و توسط در واقع کاری که میکنن. اما من از اون در واقع گرته برداری کردم، یه مقدار عمیق شدم و متوجه شدم که سیستم های اطلاعاتی، سازمان های اطلاعاتی از چه روش های استفاده میکنن برای اینکه ماها رو صدامونو ببندن، برای اینکه این بایکوتی که سانسور ریستارت تاوان داره، ما هم میگیم این سانسور و بایکوت تاوان داره، اونا دارن چه روش های استفاده میکنن برای سانسور و بایکوت ما، و الان در واقع این تکنیک ها رو با همدیگه مرور میکنیم. این تکنیک ها رو شما میتونید ببینید. من میخواستم یه تحقیق بزرگتری انجام بدم که دوستان بیان هر کدوم تجربیات خودشونو در مورد مواقعی که سانسور شدن، مواقعی که هر اکانتی، هر فردی تجربه‌ای داشته در مورد سانسور شدن، بیا به اشتراک بذاره و اینو تبدیلش کنیم به یک مقاله به عنوان در واقع دوستانی که تجربه سانسور و بایکوت رو داشتن و متوجه بشین که از چه روشی استفاده میکنن. بعد از اینکه من رفتم تو کلاب هاوس دیدم یه الگوی تکرار شونده است، یعنی از یه تکنیکی دارن استفاده میکنن. این تکنیک رو من شناسایی کردم و بعد از اینکه اومدم دیدم این مدلی داریم به نام مدل مارکت سکوت. حالا میخوام این مدل رو برای شما بگم، یه ذره توضیحات میدم که یه ذره در واقع دوستان تحمل کنید که من یه ذره توضیحات ابتداییشو بدم که ساختار بیاد، بعد به شما میگم دقیقاً داره چه اتفاقی میفته و دارن چیکار میکنن و راه بیرون رفته از این قضیه چیه. البته پیشنهاداتی بنده میدم و نظر شخصیمو دارم میگم، ولی واقعیتش اینه که همین روش باید کار کنه، نظریه پردازانم همین هم. اما یادمون باشه که یه چیز دیگه ای که اینجا مهمه اینه که باز لیدر ریستارت هوشمندانه این موضوع رو خیال من سالیان پیش دیده بود و بر اساس همین مدل به قول معروف فعالیت های بچه های ریستارت رو سازماندهی کرده و میبینیم ما داریم در واقع تو همون مسیر کار انجام میدیم. اما متاسفانه این وسط میبینیم یک سری آدم ها توی این رفتارهای تکرار شونده هی حضور پیدا میکنن و اینو باید شناسایی کنن. مدل مارکت سکوت برای توصیف بصری نظریه استفاده میشه که اگر نظر فرد با نظر اکثریت مطابقت نداشته باشه، احتمال بیشتری داره که توی این مارپیچ سکوت میفتن. ماهایی که یا به قول من افرادی که دگراندیشن علل خصوص ریستارت، که میاد یک مفهوم جدید، یک جو جدید عقیدتی رو به جامعه میده، جامعه در مقابل این تغییر همیشه سردی داره و برای اینکه این تغییر رو بخواد احساس کنه، دوستان ماها یعنی همه بچه های ریستارت تلاش میکنن عقیده رو غالب کنن یا بهشون بگن که آقا یه همچین چیزی وجود داره. اما تجربه خودمون هستش که همیشه یا بایکوت شدیم یا سانسور شدیم یا صدای ما رو بستن، از نزدیکانمون تا خیلی دورتر هر کسی که شناختیم، این تکرار برای ما هی تکرار شده و تکرار شده. برای همین این مدل با تمایل ذاتی افراد برای آمیختن با جامعه آغاز میشه. یکی از اصول اصلی که در واقع سازمان‌های اطلاعاتی و سیستم‌های بایکوت و سانسور که رسانه ابزاری از اوناست دارن استفاده میکنن، یه اصل اساسیه. ما مثلا تو اقتصاد یه اصل داریم، میگیم انسانها عقلایی رفتار میکنن، اما توی بحثای روانشناسی اجتماعی و تو همین اصلی که توی مارپیچ سکوت وجود داره، یه اصلی وجود داره به نام ترس از انزوای اجتماعی. و به همین خاطر والا من یه تحقیقی هم کرده بودم دوران قدیم که دو دانشجو بودیم، که رفتیم بررسی کردیم مهمترین نیاز انسان چیه، یعنی انسان ها با چه نیازی انگیزش میگیرن. مدل انگیزشی کانو هست، مدل انگیزشی مازلو هست و نیازهای این بزرگواران هست. اما این چیزی که ما واقعا ریشه همه نیازها رو توش شناسایی کردیم، حس بقا و حس ارزشمندیه. یعنی یه زمانی حتی برای اون بقا هم، چون من برای خودم ارزش قائلم، دوست دارم به قول من بقا پیدا کنم. اگر من برای خودم ارزش قائل نباشم، در واقع بقای من هم اهمیتی نداره. و واژه بسیار عالی که شعار اپوزیسیون ریستارت در بخش سیاسی هست که اندیشه اندیشه را اصلاح میکنه، توی هرم مازلو تو رده سوم که بحث روابط اجتماعی، نیاز به روابط اجتماعی میشه، اونجا خودشو نمود پیدا میکنه. اما یه اصلی وجود داره که تو همین روابط اجتماعی، نیازهای اولیه بیسیک و امنیت یه مقدار تعمیم میشه، وارد نیازهای روابط اجتماعی که میشیم،
سلسله مراتبی میاد بالا، یه اصلی وجود داره، ترس از انزوا. آدم ها علل قاعده، حالا یه سری ها میگن فردگرا، یه سری ها میگن اجتماعیگرا، حتی فردگراها برای چه اجتماع رو پذیرفتن؟ برای اینکه توی اجتماع ما در واقع میتونیم بحثای چون امنیت خودمون رو بالا ببریم، تغذیه خودمون رو بالا ببریم و بهره‌وری بیشتری رو داشته باشیم توی جمع و اجتماع. و اگه من تحریم بشم، از اجتماع تحریم بشم، این انزوای اجتماعی یه ترسی رو ایجاد میکنه که منو وادار میکنه که همرنگ جماعت بشم. ما یکی دیگه از چیزایی که خصلتایی که داریم اینه که ما انزار عمومی، وقتی که مردم شروع میکنن حرف زدن، ما وقتی میبینیم خب یه جوی وجود داره، مثلا همه دارن در مورد دلار حرف میزنن، یه کار بی ریسکه. من میتونم در مورد دلار حتی نظر خیلی انتقادگونه ای بدم، اما وقتی همه دارن حرف میزنن کار واقعا بی ریسکیه، خب میگم حرفمو میزنم. اما اگه مثلا من بگم آقا دلار رو بی خیال شید، مثلا بیاین در مورد چه میدونم بنزین صحبت کنیم، اصلا یه مقداری چون جو اجتماع در مورد بنزین نیست، من خود به خود حذف میشم. شاید حرفی که من دارم میزنم خیلی مهمه در مورد بنزین، خیلی مهمتر از دلار بشه، اما چون عموم جامعه داره یه حرفی رو میزنه، حرف منو حذف میکنه. پس اولین اصل ترس از انزواست. وقتی میفتی توی مارپیچ سکوت و جامعه یه نظری رو داره و من نظرم مخالف اینه، این افراد ناخودآگاه، اصلا لازم نیست دولت ها کاری کنن، این افراد چون نظریه عمومیه میاد روی تو فشار میاره که عقیدت رو برگردونی. شما میشی نقطه ننگ جامعه. چرا؟ چون مطابقه با بقیه فکر نمی کنی، شما یه جور دیگه داری فکر میکنی، پس اینجوری شما در واقع مخالف جامعه هستی و جامعه بر علیه شما یه جورای ردل میشه، یه جورای شورش میکنه و یک عقیده به عنوان نگرش غالب تثبیت میشه، در حالی که نظر دیگر به عقب رانده میشه و توسط اکثریت رد میشه. انتهای مارپیچ به تعداد افرادی اشاره دارد که به دلیل ترس از انزوا نظرات خود را به صورت عمومی بیان نمی کنند. این اتفاقیه که در واقع تو مارپیچ سکوت می افته. این فرایند شکلی تغییر تقویت افکار عمومی، گرایش یکی به صحبت کردن و دیگری به سکوت، روندی مارپیچی را آغاز میکنه. یه نفر دوست داره حرف بزنه، اون یکی میگه سکوت میکنه. چرا؟ چون این تبعیض و تعادله برقرار نیست. لیدر ریستارت به درستی اشاره کرد که باید برآیند نیروها در آینده امپراتوری پرشیا برقرار بشه، رفرنس طلوع امپراتوری کوروش قسمت اول، و بسیار هوشمندانه ایشان قشنگ میدونه که داره کجا رو میزنه و این ادراک در حال تغییر یک عقیده به عنوان یک عقیده غالب معرفی میکنه و حالت مایه به هنجار جامعه تبدیل میشه، یعنی اونایی که چیزن به جامعه تبدیل میشه. علاوه بر این، نور نیومن مارپیچ سکوت را به عنوان فرآیندی پویا توصیف کرد که در آن پیشبینی های مردود به افکار عمومی به واقعیت تبدیل میشود. یعنی چه اتفاقی میفته؟ من یک ایده ای رو میام تو جامعه پابلیش میکنم، تبلیغ میکنم، میام از طریق رسانه ها که حالا در جلو میریم که افکار عمومی چه اتفاقی درش میفته، هی میام تبلیغ میکنم، این تو دهنا میفته، حالا با شایعه است، با تبلیغ کردن، با رسانه است، با ابزارهای مختلفی که وجود داره، این چرخه هی ادامه پیدا میکنه. وقتی که ادامه پیدا کرد ظهور پیدا میکنه، یعنی خلق میشه. مثلا من میگم که مثلا یه چیز آقای مثلا شیریندو خیلی آدم خوبیه، خیلی خوبه، تمام رسانه‌ها میزنن شیریندو شیریندو، و این به واقعیت بتنبنده. دوباره رفرنس برنامه تلسم و جادو سید محمد حسینی و لیدر محترم ریستارت اینو به خوبی توضیح داد، اما من دارم الان تکنیک رو برای شما توضیح میدم. زیرا پوشش رسانه‌های جمعی از افکار اکثریت به وضعیت موجود تبدیل می‌شود و اقلیت کمتر احتمال می‌دهد که صحبت کند و اصلا شانسی برای صحبت پیدا نمی‌کند. خب حالا افکار عمومی چیه؟ تعریف افکار عمومی رو بگم. به نظم و انضباط تحمیل شده توسط اکثریت، اولین نکته‌ای که گفتم ترس از انزوا، دومین نکته‌ای که گفتم اون نوع مارپیچی که به وجود میاد، یعنی یه ایده میاد، یه بقیمان جو عقیدهی که به وجود میاد و قالب جامعه است، این فکره اما تبدیل به عمل میشه. یهویی میبینیم که همیش حسن شیرینبو اومد شد رئیس جمهور، اومد شد یه کاری، چون تبلیغش کردن و مردم دیگه همه ساکت میشن از ترس انزوایی که وجود داره و
پس شرط لازمش بود، شرط کافیش اینه. اما خود افکار عمومی چیه؟ افکار عمومی به نظم و انضباط تحمیل شده توسط اکثریت ظاهری، دموکراسی، اکثریت ظاهری که به اندازه کافی دارای ارعاب هستن، میترسونن، ترس از انزوا رو تو ما به وجود میاره. خب اما ممکن است نظرات آنها از اقدامات حمایت از اقدامات حمایت کنن که به نفع جامعه میشه یا به ضرر جامعه، اما با این افکار و این نظم و انضباطی که ترس به ایجاد میکنه در واقع مدلیه که دارن استفاده میکنن تمام سازمان‌های امنیتی و تمام کشورها دارن از این استفاده میکنن و ماها مردم داریم بازی میکنیم. باز دوباره برگردونمتون به اون پنج پی که همیشه گفتم، عرض کردم ما الان تو پروگرام آخرشیم. الان ما باید ببینیم چه پروگرامی، یعنی تو مراحل طراحی و فلسفه و ایناش یه نگاهی بکنیم و بعد بتونیم راهکار بدیم. نظریه مارپیچ سکوت بر ادراک استوار است. نکته بعدیش اینه که بیشتر بحثش بحث درکیه، زیرا افراد به طور مداوم محیط خود را اسکن میکنن تا بفهمن آب و هوای جو محیطشون چه شکلیه. دائما مردم، ماها، هممون میریم اخبار رو چک میکنیم، میریم جاهای مختلف رو چک میکنیم، هی با همدیگه در میون میذاریم، تو هم اینو دیدی، اینو شنیدی، این توییت رو دیدی، این نمیدونم خبر رو دیدی، و هی با همدیگه اینو چک میکنیم تا من عقب نمونم، من از این انزوا داخل این انزوا قرار نگیرم و ببینم آیا منم تو همون روند هستم، یعنی منم هنوز در شهر نیسواران سوار نیم هستم یا نیست. ترس از انزوا در واقع موتور اصلیه، یعنی کل اون جمله، کل این مدلی که الان داره دولت ها استفاده میکنن، سازمان های امنیتی استفاده میکنن، ترس از انزوا. حالا برای این ترس، یعنی دو تا واژه داریم، ترس، انزوا، این دو تا رو با هم دیگه مچ کردن. این برای اینکه این ترس از انزوا به وجود بیاد، با ترس از انزوا ما رو بایکوت و سانسور میکنن. اون که خودشون اقدام عملی انجام میدن یه بحثه، این که ما خودمون خود سانسوری میگیریم و باید چیکار کنیم که از این در بیایم و حتی رسانه ها رو وادار کنیم که بایکوت رو بشکنن و از ما حرف بزنن، باید چیکار کنیم؟ گام به گام باید بریم جلو. تمام خدمتتون عرض کنم، مردم اساسا مردم از تبدیل شدن به انزوا اجتماعی میترسن، بنابراین اقدامات رو برای اجتناب از چنین پیامدی انجام میدن. و همونجوری که به قول معروف سلیمان اچ در واقع گفته که روانشناسیه، مردم به جای ابراز عقاید خود با عقاید غالب موافقت میکنن. همه مردم با عقاید غالب همراهی میکنن. اگه یه عقیده غالب بشه همه میرن سمتون. بریم سراغ اصول گرداب و این اصول رو بگم. اولین اصل گرداب سکوت یا مارپیچ سکوت اینه که مردم غیر منطقی هن. اصلا واژه‌ای به نام منطق تو مردم نداره. مردم همه احساسی عمل میکنن، برای همینی که از این ابزار ترس وجود داره. هر زمانی که لیدر یه سب میگه اونی که دغدغه فهمیدن داره فالو میکنه اپوزیسیون ریستارت و برنامه های ریستارت، یعنی کسی که یه مرحله رفته بالاتر از منطقی داره فکر میکنه، عقلایی رفتار میکنه. اصولا عموم مردم احساسی برخورد میکنن و رفتاراشون احساسیه. به همین خاطر یکی از اون چیزایی که بحثای خردمندیه اینه که آقا از احساسات به دور باش. درسته احساسات هم یکی از بخش انسانه، ولی موقع عمل کردن، موقع دیتا گردرین، وقتی داری اطلاعات جمع میکنی، اطلاعاتتو منطقی جمع کن و اطلاعاتتو در واقع بدون احساس باش، بدون حب و بغض باش، به قول معروف مستقیم برو سراغ اون که دیتا رو جمع کنی. بنابراین این نظر که اصول چیزه نیومن به طور عمده انواع نوع رسانه استفاده شده رو میگه قدرت دارن. اگه انتخابی نباشه مثل تلویزیون قدرتش خیلی زیاده، اما اگه انتخابی باشه مردم اینجا قدرت بیشتر رو پیدا میکنن، مثل رسانه های اجتماعی. اما این خوب نیوزش بود، خبر خوبش بود. بد نیوز چیه؟ سازمان های اطلاعاتی میان رو این سوار میشن و سعی میکنن با هزینه کردن تو این رسانه های اجتماعی پیج هایی رو درست میکنن، چیزهایی رو درست میکنن، میکروفون نمیدن، اجازه صحبت نمیدن، همه رو شروع میکنن بستن که اون فضا رو هم در واقع از مردم بگیرن. این فضایی که قرن 21 ایجاد کرده، این نظریه مال دهه 80 میلادیه، ولی در واقع الان با اومدن
قرن 21 و ابزار جدید یه چند سال این فضا خالی بود، سازمان های اطلاعاتی فهمیدن و رفتن توی این نفوذ کردن. بماند که اصلا طراحی این پلتفرم به قول ما رسانه های اجتماعی و سوشال میدیا ها دقیقا همش توسط همین سازمان های اطلاعاتی درست شده، برای اینکه اون خورده هایی که حالا در ادامه توضیح میدم یه سری آدم ها هستن بهش میگن هاردکور یا پوسته سخت و مرکز سخت هسته سختن و اینا رو در واقع تارگت قرار دادن که توی اینجا اگر هم یه کسی برایز پیدا میکنه، اینفلوئنسرها یعنی کسانی که میان شروع میکنن کار کردن، اینا دونه دونه چیکار کنن؟ دونه دونه شروع کنن بستنشون و کنترل کردنش. حالا بریم جلوتر. مردم با ترس مداوم از اصل بعدیش یه سه تا اصله. یکیش اینه که رسانه ها هست که رسانه ها بسیار قوی هست. تعداد روزنامه ها یا رسانه های اجتماعی که خوانندگان می توانستن انتخاب کنن توسط این ابزار زیاد شده، اما اینا داره توسط این اتاق فکر کنترل میشه و این الگو رو ما داریم یه این میبینیم که این الگو داره تکرار میشه. بریم جلوتر. میگه که تأثیر رسانه ها، اما همه رسانه ها این نکته ایه که خود اینایی که گرداب سکوت را میندازن میدونن تأثیر رسانه ها قابل سرزنشه. یعنی یه فکری رو را میندازن تو جامعه، یه جریان را میندازن، جو و عقیده یه قالب ایجاد میکنن، بعد که اشتباه میشه به ضرر میشه رسانه رو سرزنش میکنن و این فضا باعث میشه که با سرزنش رسانه در واقع مسئولیت خودشون رو میکشن کنار و میگن که آقا رسانه اشتباه کرده یا رسانه ها اشتباه کرده. مردم با ترس مداوم از انزوای اجتماعی زندگی میکنن. یک نگرش که توسط اکثریت مردم به اشتراک گذاشته نشده، یعنی اکثریت غالب اشتراک گذاشته نشده، در نتیجه هیچ پشتیبانی مردمی هم ندارد، میتواند به انزوای اجتماعی فرد منجر شود. در چنین شرایطی تمایل پیوستن به نگرش غالب آنچنان رشد میکند که بقیه حتی اون فرد دیدگاه های شخصی خودش رو سانسور و خودش رو بایکوت میکنه. خودش رو سانسور و بایکوت میکنه. ببینید وقتی که لیدر ریستارت میگه 51%، یعنی فقط و فقط کدایی رو داده لیدر محترم ریستارت که وقتی میگه به 51% برسیم تمام بازی رو میدونه. 51% یعنی این که من از این قالب اعجاب و عقیده رو بتونم برگردونم به اون مرحله که برسم، این مارپیچ اونا رو میخوره. حالا چجوری میتونیم به اونجا برسیم خدمتتون عرض میکنم. سه تا عامل داریم توی مارپیچ سکوت. عامل اول، عامل انباشتگی، عامل هماهنگی، عامل حوزه عمومی. عامل انباشتگی چی میگه؟ میگه پیام های رسانه‌ای تکرار میشوند. یعنی شما میبینی یه رسانه یه خبر رو میزنه، اگه دقت کرده باشین چند تا خبرگزاری بیشتر نیست، همه میگن به نقل از اسوشیتد پرس، به نقل از خبرگزاری فلان، یعنی همه اون پیام رو میان شروع میکنن تکرار کردن و به دلیل تکرار در فواصل زمانی منظم احتمال اینکه فرد خبر رو نشنیده باشه خیلی کم میشه. دومیش هماهنگی. مردم به دلیل ترس از انزوای اجتماعی و فشار گروهی که وجود داره خود را با دیدگاه غالب هماهنگ می‌سازند. آنها تلاش میکنن خودشان را آن گونه که پذیرفته میشود با افکار عمومی هماهنگ کنن و دیدیم چند تا کلیپ های مختلف هم وجود داره تا حالا دیدیم که مثلا چند نفر نشستن تو اتاق انتظار، بعد مثلا یه نفر که جدید میاد به بی‌دلیل مثلا زنگه میخوره همه تا میشن دوباره میشینن، بعد همه اون آدم ها عوض میشن، دوباره میبینی هنوز زنگه میخوره و این آدم های جدید اصلا نمیدونن چرا ولی هی پا میشن میشینن، فکر میکنن یه الگوه، باید بکنن، یه فرهنگ تو اونجا و این در واقع میمونی فکر کردن تقلیدکاری ما هست که باید جامعه رو تقلید کنیم. ریستارت اومد گفت دست از تقلید بردار، دست از فالو کردن بردار، فکر کن و فکر خودت رو دنبال کن و حالا که یه عقیده داری این عقیده رو روش استوار شو و برو جلو، جو جدید عقیده ایجاد کن. نقطه بعدی، این هماهنگی خودشان رو آنگونه پذیرفتن که با این قانون برای رسانه ها معتبر، یعنی مردم میان اون فشار گروهی که خودشون هماهنگ میکنن، رسانه ها هم اتفاقا میرن نگاه میکنن ببینن کدوم بخشی از مردم دارن این کار رو انجام میدن. یعنی وقتی میرن نگاه میکنن ببینن خب مردم دارن اینجوری میگن، همه رسانه ها میاد اون سمتی،
شروع میکنن این حرف زدن، یه سینرژی ایجاد میکنن. یعنی موتور دوم این گرداب همین سینرژیه که مردم رسانه، رسانه مردم، مردم رسانه. این خبرنگاران هستن که تصمیم میگیرن چه موضوعاتی داره ارزش خبری است یا چه موضوعاتی نیست. یه خاطره بگم، زمانی که در واقع ما رفتیم پیش یکی از عزیزان، اسمش هم میگم بیژن فرهودی، رفتیم تو توییتر خدمت آقای بیژن فرهودی و گفتیم آقا از ریستات چرا نمیگی؟ حرفی که زد دقیقا اونجاست. گفت ریستات کاری نکرده که ارزش خبری داشته باشه. فردای اون روز پدرو رفت تو استرالیا چالش زد، اومدیم گفتیم خب چرا اینو نمیزنی؟ و کلا بایکوت کرد، سانسور کرد و گفت این خبر نباید پخش بشه. چرا؟ چون شما کار ارزش رسانه‌ای نداره. من الان باید این اکو بشم؟ من نمیخوام اکو بشم. مردم که نمیدونن من اگه اکو بشم این گرداب به نفع شما میچرخه، پس من نمیخوام به نفع شما بچرخونم. عزیز هستن ایشون، خیلی هم بزرگم، قابل احترامم، و ولی خب کاملا بلده و انسانی که کاملا به تمام این سیستما آگاه هستن. همه این بچه‌هایی که تو حوزه رسانه انجام میدن اینا رو میدونن، ما نمیدونستیم. نکته بعدی که وجود داره اینه که همچنان خودشان را نگرش غالب وقف میدن و روزنامه های مختلف تا حدود سازنده میکنن. بسته روزنامه نگاری به این پدیده اشاره داره، یعنی بسته روزنامه نگاری که درست میکنن اینا خودشون رو با نظرات عمومی وقف میدن. یعنی اون روزنامه نگار شاید رسانه نیست، شاید پشتش هم مثلا گروهی نیست، ولی به نظر عمومی خودش رو وقف میده. اون روزنامه نگار نمیدونم دیدی دیگه، روزنامه روزمره چیزا رو دیدی دیگه، روزمره نویسا، یعنی اونایی که چرا تو توییتر و اینا هستن. مثلا یه تکنیک از دیجیتال مارکتینگ بگم به شما. ببین مثلا شما گل فروشی داری، خب یکی تکنیک های دیجیتال مارکتینگ اینه، میگه برو نگاه کن ببین هشتگ هایی که توی مثلا هفته گذشته یا سه روز گذشته ترند شده چیه. مثلا هشتگ زلزله، برو زیر پست مثلا گل فروشی که عکس گل گذاشتی هشتگ زلزله رو بزن، یعنی تو جو عمومی تو دیده میشی. برو هشتگ مثلا چه میدونم مذاکرات برجام، برو بزن. هشتگ مثلا الان مود شده کرونا، برو بزن. اصلا ربطی نداره تو چه میدونم گل فروشی داری، گردنبند میفروشی، ولی تو جو عمومی داری خودتو وسط این چیز سیلی که داره میره و مردم دارن به این سمت میرن خودتو شروع میکنی تبلیغ کردن. حوزه عمومی چیه؟ حوزه عمومی به نظر میومد انسان، نکته خیلی مهمه، انسان به شدت وابسته به محیط اطراف خیشه. فرد از طریق رسانه‌های جمعی اطلاعات اطراف خیش رو کسب کنه و با کمک همان اطلاعات نظر شخصی خود رو به وجود میاره. ماها بر اساس همین اطلاعاتی که هستیم رو میگیم. یه نفر میاد خیلی هم قیافه عاقلاندر صفیحی میگیره و میگه بله میدونید واقعا مملکت ما آب نیست، خوزستان، نمیدونم اصفهان، همه اینا از کجا داره میگه؟ اصلا پاشه تو عمرش خوزستان نذاشته، یه بار اصفهان نرفته ببینه چه خبره، اصلا نمیدونه کجاست، عالی قاپور رو ندیده، پل 33 پل ندیده تو عمرش. بعد همچین میگه اصفهان. چرا؟ چون تو رسانه همه دارن میگن اصفهان. ببین چه جو رسانه‌ای وجود داره برای این قضیه. حالا بریم جلوتر. میگه که رسانه‌های جمعی اطلاعات اطراف خیش رو کسب می‌کنن و کمک همه اطلاعات نظر شخص به وجود میاد. از آنجا که رسانه‌ها در حوزه عمومی عمل می‌کنن، مدام تعداد بیشتری از مردم رو جذب میکنن، توانایی ایجاد گرداب و تقویت آن را نیز دارا هستند. شخصی که فکر میکند نظر او با دیدگاه غالب سازگار است بیشتر تمایل دارد نظر خود را بازگو کند تا شخصی که مخالف دیدگاه غالب است و متقاعد نشده. در واقع این همان عاملی است که منجر به مارپیچ سکوت میشه. یعنی من الان خیلی از دوستان ریستارتی رو میشنسن که به دوستان میگم که آقا یه جایی داری میری صحبت بکنی ذکر رفرنس کن، بگو که این حرف رو سید محمد حسینی زده. ما چیزی به نام تقیه نداریم، قایمکی که نداریم، که نمیخوایم خودمون قایم کنیم بگیم نه اینو من گفتم، اینو نمیخوایم به نام خودمون بزنیم. که اگه به نام خودمون بزنیم یه دوتا بالا پایین میکنه، به قول معروف معلوم میشه تبل تو خالیم، هیچی تومون نیست. ما اگه هرچی یاد گرفتیم از لیدر ریستارت برنامه های طول امپراتوری کروش و اینجور چیزه یاد گرفتیم،
وقتی که میریم حرف میزنیم میگن آقا ذکر رفرنس کن، حداقل کاری که داری میکنی. اون برنامه رو که ما پولشو ندادیم که، به نیو بنالله حق مؤلف و مصنف رو رعایت نکردیم. حالا که اجازه داده با تیب خاطر با بزرگ منشی گفته آقا برید پخش کنید صحبت کنید، حالا من حتی نگم ذکر رفرنسشو کنم، خب این هیچ حقی رو جواب ندادن که. اما چه اتفاقی میفته تو این ماتریس سکوتم؟ چون غالب جامعه یه حرفی رو میزنه، من یه عقیده دارم، حتی عقیدم خیلی برتره، خیلی حرف برای زدن دارم، اما اونا صداهای بیشترن، یه عالمه دارن حرف میزنن، من یه نفرم. برای اینکه من بتونم چیز کنم، حالا بچه‌ها میگن بذاریم ما یه ذره زرنگی کنیم، چیکار کنیم؟ ما میریم توی اونا، با اونا حرف میزنیم، یواش یواش فکر اینا رو عوض میکنیم. فکر اینا عوض میشه، تو این مارپیچ و گرداب تو هم میری برادر من. اگر به قول معروف این روش رو استفاده میکنی، خواهر من، میگی من میرم لای اونا، مهم اینه که حرف لیدر رسیده بشه، میگم درسته، مهم اینه که اون حرف، ایده، فکر رسیده بشه. اما وقتی ذکر رفرنس نمی کنی، وقتی چیز نمی کنی، اون جد و عقیده، اون ایده تو به راحتی، حالا میرم جلوتر قشنگ میگم که چیکار میکنن، اون ایده ها رو میدوزدن، و وقتی میدوزدن چون رفرنسی وجود نداره، قشنگ شروع میکنن برای خودشون کار کردن که لیگر نیستاد خیلی قشنگ توضیح داره. پس اتفاقی که میفته، من دچار خودسانسوری میشم، من دچار خودم رو بایکوت میکنم. ماهیت نظریه گرداب یا سکوت، مردم یک از انزوای اجتماعی میترسن، دو برای جلوگیری از انزوای اجتماعی فضای نظری را از نزدیک تحت نظر قرار میدن. این میپرسید اینو شنیدی؟ چه خبر؟ اون چی شد؟ اون چی شد؟ تمام این حرفایی که میزنیم برای اینکه اخبار از نزدیک ببینیم. ماهیت این مارپیچ سکوته و اینا دارن خوب استفاده میکنن. مشاهدات شخصی، ارتباطات میان فردی، کلید اینجاست. مشاهدات شخصی، ارتباطات میان فردی. ما یه زمانی مردم این اطلاعات از این منابع میگیرن، اطلاعات از دو تا فضا میگیرن، یکی این که خودم میام یه چیزی رو میبینم، دو میام همین رو دبل چک میکنم به یه آدم دیگه، یعنی میان فردی یه سری ارتباطات میگیره. و سومین منبعی که وجود داره رسانه های مس مدیا و رسانه های جمعی، و خب اونا شروع میکنن با عنوان یک سورس اصلی همه هم به اونا نگاه میکنن. سید خیلی قشنگ گفت لیدر ریستارت که آقا عصر دجال همون دیجیتاله، یه فرق داره، همون یه چشمو داره، و همه اگر اونایی که به قول معروف روایت ها و اینجور چیزا رو خونده باشن، تو بهار الانوار جلد 13 میگه که دجال کسیه که مردم همه به اون دارن نگاه میکنن، هر اتفاقی که میفته فقط به اون دارن میکنن. اگه دجال آب نشونتون داد اونجا آتیشه، اگه آتیش نشونتون داد اونجا آبه، حالا جز اون چیزاییه که قدیم میگفتن، ولی دقیقا تفسیر تعبیری که لیدر ریستارت کرد و تو برنامه حکم امسال صورتی دیگر است قسمت چهارم کودتای جهانی گریت ریست به خوبی توضیح داد و گلی رو گوشه جمالش. رسانه های جمعی تصویر نسبتا هماهنگی از واقعیت رو منتشر میکنن. پس ماهیتش اینه که مردم میترسن از انزوا، دوم مردم میترسن از اینکه به همدیگه چک میکنن، اطلاعاتشونو از نزدیک نگاه میکنن، اطلاعاتشون با هم چک میکنن، از مس مدیا ها استفاده میکنن. رسانه های جمعی هم یعنی هم تلویزیون، هم مثلا میبینی فعالانی که الان توی اینستاگرام و جاهای مختلف هستن، این عزیزانم همشون دارن چیکار میکنن؟ همون حرفا رو تکرار میکنن. الان شما برید تو کلاب هاوس یا تو همین اینستاگرام یه چرخ بزنید، حرفا تکراری، همه دارن یه حرف تکراری رو میزنن. اگه یکی بشنوی همون رو همه جا شنیدی، هیچ که حرف نوعی نمیزنه. اگر تو بری یه حرف نوعی بزنی، هر تایتلی هم که بزنی همه تایتلتو میگیرن، یه دقیقه میام گوش میکنم بعد میمیرن، چون حرفت شبیه بقیه نیست. یارو حاضر 3 ساعت بشینه حرف تکراری رو گوش کنه، ولی 1 دقیقه نیاد یه حرف جدید گوش کنه. دارم میگم بچه ها خیلی خیلی تلاشا کردم و دقیقا اینو دیدم و با گوشت و پوست خودم دیدم این رفتار و الگو تکرار شونده است. حالا میرسیم که سیستم های اطلاعاتی چجوری دارن از این استفاده میکنن. رسانه های جمعی، اینو گفتم، با گذشت زمان تنها تعداد کمی از مردم ابراز نظری در برابر افکار عمومی غالب خواهند داشت و عقاید مخالف در گرداب سکوت از بین میره، اما مردم
هسته اصلی این خوب نیوزشه، خبر خوبه. مردم هسته اصلی رو تشکیل میدن. اونها میتوانند فرایند گرداب جدیدی را آغاز کنند که در نهایت یک نظر دیگر را منغرض کنند. خب اینا رو توضیح دادم که مارتیچ سکوتو بدونیم یعنی چی. حالا سازمان های اطلاعاتی چی کار میکنن؟ سازمان های اطلاعاتی میدونن این را به قول معروف مسیر چیه و فرایندی که داره انجام میشه چیه و در واقع شروع میکنن همین مسیر و فرایند رو تکرار کردن. اما اینجا ما یه قانون 80-20 داریم. همین خانم نیومن میگه که یه ارزیابی ناخودآگاه داریم که برای اینکه ببینیم جو عقیده جامعه چیه. ما معمولا یه ارزیابی ناخودآگاه چون عموم مردم یه جوری چیز میکنن، همون اینجوری ناخودآگاه نگاه میکنیم و یه جورایی که ذهنمون شبه آمار درست میکنیم. آمار دقیقی نیست. الان هممون بپرسیم 90% مردم اینن، 80% مردم اینن، از کجا در میارم؟ این شبه آمار تو مغز منه. ما این که داریم این شبه آمار رو درست میکنیم. قصه بعدی چیه؟ 20% اصل پارتو، 20% اجتماع هاردکورن، هسته مقاومن و اینا کمتر از انزوا میترسن. برای همین اینا یه جورایی مقاومت میکنن در مورد این گردابی که عموم به وجود میاره. معمولا جلوی این عمومه وای میسن، نظراتشون رو میگن، اما این عموم همیشه فشار میاره و اینا رو مغلوب میکنه. حالی که دارن میکنن آقایون در واقع اطلاعاتی میان از همین سیستم استفاده میکنن. حالا چیکار کردن؟ خب سازمان های اطلاعاتی دشمن های که یعنی دشمن خونی تمام سازمان های اطلاعاتی، یعنی تنها کسی که جمعیم به قول من ازشون ناراحتن، ازشون نمیدونم چیزن، تنها چیزی که وجود داره، خب ما میدونیم اپوزیسیون میلیونی ریستارت و لیدر ریستارت، که این حرف نباید برسه، چون اگه این حرف برسه خیلی اتفاقا میفته. این صدا به گوش کسی نباید برسه. این صدا رو تو لایه‌های مختلف می‌بندن، بایکوت می‌کنن. وقتی ما تو لایه‌های مختلف این صدا رو می‌بندیم، اتفاقات و عواقبی که در ادامش می‌افته جالب. تو لایه اول که خب هممون می‌دونیم، رسانه‌های بزرگ از تلویزیون‌های جمهوری اسلامی بگیر تا بی بی سی و مناتو و وی او ای و رادیو فردا و ایران اینترنت، همه دارن می‌بندن. خب چون اونا مس مدیان، اونا اگه یک کاری رو انجام بدن، یه حرکتی رو انجام بدن، واقعا اگه عقیده و جد و عقیده درستی پشتش باشه، یه حرکت عمومی رو میتونن راه بندازن. بماند که باید بگیم خیلی خنجون و ما اولین بزرگوار بسیار آدمای کمهوش و کمخرد هستیم که این همه ابزار دارید و هیچ کاری نمیکنید. من نمیتونم بگم خنگی، من همون حرف دوم لیدر رو میزنم. همتون دستاتون توی یه کاسه است، همه دارید به همدیگه نون قرض میدید، داخلی و خارجی، همتون با همدیگه توی یه کاسه دارید آش میخورید و بقیه ادابازی ها برای مردمه. یکی میگه نمیدونم یه چیزش کجه، یکی میگه یه چیز دیگهش کجه، فرقی نداره، داخلی و خارجی نداره، همتون دارید از یه آبشخور آب میخورید. چون نمیتونم قبول کنم که شماها آدمای صادق و آدمای واقعا درستی هستین، ولی میان یه عقیده رو همینجوری تکرار و تکرار و تکرار میکنین و باعث سانسور شدن و بایکوت شدن بقیه عقیده ها میشین. نمیذارید بقیه عقیده ها شنیده بشه. اینو نمیتونم بپذیرم. من 100% شما رو تو زمین اونا بازی میکنین. آن چیزی که لیدر ریستارت خیلی زودتر از اینه که الان من بگم خدمتتون یا بقیه بخوام بگم خدمتتون گفته بود. نکته که وجود داره، لایه اول میاد لیدر رو میبنده، یعنی اصلا هیچ حرفی نمیزنن، توی سران اپوزیسیون ها صحبت نمی کنن، اصلا حتی تو بیانشون که کلامشون توی اپوزیسیون ها مثلا میشه حرف میزنن، مجاهدین خلق، سلطنت طلب ها، طرف حزب اللهی ها، از این آدم های چیزی که گردنش میزنه بیرون اسم خامنه ای میاد، از اینایی که چه میدونم شهدای کدو ندیده رو به قول معروف روزی 100 بار براشون چیز میکنه و کلی حال میکنه، ولی اون داره میگه رضا پهلوی مجاهدین خواه چه میدونم این یارو چیه اپوزیسیونک ها فخری و نمیدونم فلان و اینا، همه رو میگه، یک کلمه اسم ریستارت رو نمیاره، یک کلمه اسم سید محمد حسینی رو نمیاره. این بایکوت در سطح کلام. تو مرحله دوم تجربیات هم از کلاب هاست میگن یه پرانتز باز کنن. درسته که لیدر گفته که بچه های
ریستارت کلاب هاوس امن نیست و نرید. اما کلاب هاوس از نظر من یک دیگر پیشگویی های لیدر ریستارته. توصیه اکید میکنم کسانی که نمیتونن امنیتشون حفظ کنن قطعا نرن، قطعا حضور پیدا نکنن. اما میخوام بگم یکی دیگر پیشگویی های سید محمد حسینی لیدر ریستارت انجام شد. یه برنامه رفت، یه کلیپ کوتاهی بود، یه ویژه برنامه کوتاهی به نام گامبیشاه. گفت گامبیشاه بازیه که همه باید کارت بخرن تا حرف بزنن تا درونشون معلوم بشه. الان کلاب هاست گامبیشاه از نظر من و لازم نیست با بچه های ریستارتی اونجا باشین. اصلا بذارید اونا حرفاشونو بزنن، بذارید همشون درونشونو بریزن بیرون. الان یک سال کلاب هاست را افتاده و تو این یک سالی که این کلاب هاست را افتاده دقیقا میبینیم پوچه پوچن. لیدر ریستارت یه برنامه یه تلنگر میزنه، سعید امامی همشون میشن سعید امامی سعید امامی سعید امامی، یه تلنگر میزنه بهایی ازلی همه میشن بهایی ازلی بهایی ازلی بهایی ازلی. اصلا یه چیز عجیب غریبه. یعنی قشنگ لیدر داره میگه ببینید من دارم با همشون بازی میکنم. اگه میگه لیدر میگه همتون به قول معروف دارین با من بازی میکنید، تو زمین من دارید بازی میکنید، دانکی ها و درازگوشای خودمین، راست میگه و کاملا درست میگه. داریم میبینیم، یعنی علنا داریم میبینیم و دقیقا گامبیشاه رو داره بازی میکنه. اما قصه ای که وجود داره تو رده دوم، مثلا بچه ها میرن توی یه دونه روم و میگن دستشون رو میگن بالا، یکی از حالا دوستانی که میتونه امنیتش حفظ کنه رفته اونجا دستش گرفته بالا و منتظر وایساده. به محض اینکه نوبتش میشه، حالا بماند که بسیار چیز میکنن، اگر مثلا یعنی مجبورت میکنن به اینکه خود سانسوری بگیری، بعد از اینکه این اتفاق میفته دستش میاره بالا و چیکار میکنه و برمیگرده میگه که آقا مثلا من طرفدار اپوزیسیون ریستارتم و چیزه. تمامشون انگار دیکشنری دارن، دیکشنری صفحه میزنن ریستارت خشونت طلب، یعنی نمیذاره جمله ای تو تموم بشه، ریستارت خشونت طلب. پس داره به جو عمومی که تو اون کلافشن تو اون رومشن که هزار نفر آدم نشسته فقط القا میکنه که ریستارت خشونت طلب. حالا یه سری این وسط هم که مثلا تونستن یه کاری کنن، تنها کاری که میکنن میرن میگن که آقا چون با فحاشی با نمیدونم کارهای مختلف دارن یه رکورد دیگه به بچه های ریستارت اضافه میکنن، ریستارت فحاش، ریستارت خشونت طلب. یعنی دقیقا از دیکشنری اونا رو دارن پر میکنن که آقا ریستارت اومد فقط خشونت طلب، ریستارت اومد فحاش. روش سوم چیه؟ روش سوم حملات شخصیه. یعنی میارنت وقتی مثلا میخوای صحبت کنی، آقا شما ها متعصبی، خیلی آدم های متعصبی هستیم، اینا به قول معروف یه سری آدم های چیزن، شما ها خرد ندارید، آگاهیتون کمه، شما ها دارید تعصب گونه نگاه میکنید. میگیم آقا تعصب چیه؟ ما فکر کردیم این برنامه رو شنیدی؟ شما شنیدی؟ نه من کلا نقد دارم. اصلا مگه میشه یه دونه مثلا شومن بشه سیاست مدار چرت و پرت ایراده علکی و بعد میان چیکار میکنن؟ تو رو میگن تو آدم متعصبی هستی، تو هی در مقام، یعنی مقالطه‌ای که استفاده میکنن مقالطه حمله فردی و شخصی، تو در مقام دفاع از خودت قرار میگیری و وقتی هم مقام دفاع از خودت قرار میگیری هی یه دونه میزنی هی شما میگی آقا به خدا اینجوری نیستم، دروغگویی، دروغگو نیستم، دزدی، دزد نیستم، نمیدونم فلانی، این نیستم، هی داری از خودت دفاع میگی. آقا اگر میخوایی، اگر میخوایی حرف بزنی و ما اجازه حرف زدن بدیم به تو، باید بگی که متعصب نیستم. خب چجوری ثابت کنم که متعصب نیستم؟ همه شخصی من تو انزوا قرار گرفتم. خب باشه باشه، چجوری بگم متعصب نیستم؟ فوش بده به لیدر ریستارت، فوش بده به مادرت، فوش بده به خواهرت، فوش بده نمیدونم به دین فلانی. یعنی با یه همچین اپروچی میاد شما رو قرار میده که اول خودتو، شخصیتتو، ماهیتتو، هویتتو له کنی، تو رو لهت میکنه. بعدش هم اصلا وقتی له شدی، وقتی آدم بی شخصیت هستی، دیگه حرفات اصلا شنیده نمیشه، دیگه حرفاتو نمیشنون. با حمله این که تو متعصبی تو رو لهت میکنه، مجبور میشی تو گارد دفاعی بگی آقا باشه باشه، بعد لهت میکنه، بعد وقتی له شدی میگه دیدین سیابازی خودمون خیلی کردیم، ما عمری سیاباز بودیم، حالا همه شون برای ما شدن سیاباز. دومی نکته اینه که حمله کردن برای بایکوت ریستارت، حمله میکنن به اکانت های فردی، یعنی شروع میکنن به اکانت ها حمله کردن.
سخنگوی محترم اپوزیسیون ریستاد مانی مج تو آخرین لایوش گفت آقا به اکانت ها حمله نکنید. یعنی حمله کردن به اکانت ها خودمون یا اون سازمان های اطلاعاتی اون آدم هایی که وجود دارن، به هر اکانتی که حمله میکنن فرد بزنید کنار، الگوها رو نگاه کنید. الان این الگوهایی که دارم بهتون میگم همه تون تجربه کردید، این الگوی تکرار شونده است، همه مون تجربه کردیم. مهندس مانی مج برگشت گفتش که آقا به اکانت ها حمله نکنید. در واقع سازمان های اطلاعاتی شروع میکنن فرد و تارگت قرار دادن، از توی جمع فرد رو میکشن بیرون. وقتی فرد رو کشیدن بیرون شروع میکنن بهش انواع اقسام اتهام ها رو زدن. مثال دیگهش مثال افشاگریه، تو همین اینستاگرام میبینید من میدونم فلانی اینجوریه فلان که چی؟ صدای طرف رو ببندن؟ یا این که من بیام از طریق اون مشهور بشم؟ و نکته جالب اینه، بیخردی که بعضی از دوستان دارن، میان یه نفر یه اتهام دروغی میزنه، یه چیزی میگه، به انزوا بکشونه یه اکانتی یه فعالیه یه کسی که داره فعالیت میکنه، و بچه ها میرن فالوش میکنن، بچه ها میرن پیگیری میکنن. بعد میگیم خب چرا رفتی فالو کردی؟ میخوام بدونم چه خبره، سر از کار در بیارم، بدونم فلانی چی گفته. چیو بدونم فلانی چی گفته؟ تو داری میبینی که داره به یه نفر دیگه اتهام میزنه، داری میبینی که به یه اکانت داره حمله میکنه، فقط به خاطر اینکه مثلا داره یکی یه کاری رو انجام میده. بعد میری فالوش میکنی و همه هم میرن میگه بله پرسشگریه، به قول معروف خیلی هم درسته، باید پرسید. چه چیزی رو باید پرسید؟ برادر من، خواهر من، این فقط برای انزوا دادن آدم هاست. این کار سیستمای اطلاعاتی برای منزوی کردن، اینجوری داره حمله میکنه. هر کسی که خط، هر کسی که به هر اکانتی حمله کرد، گفت فلانی که پشت فلان اکانت نشسته نمیدن مزدور کج شل اونجا، بعد گفت اونجا فلان گفت نقده، میتونید بیای نقد کنید. میگه آقای مثلا وندتا شما در فلان جا اینجوری میگفتی بهتر بود. گفتم میگم نوکرت هم هستم، مرسی، درس پس میدم. یه زمانی شروع میکنه حمله کردن به هر کدوم از اکانت ها. وقتی شروع میکنه حمله کردن یه بار میکنیم یا فهمیدم، یه بار گفتی همه میگن متوجه، دو بار تکرار کردی شک میکنم، سومین بار که گفتی قشنگ معلومه که تو با هدف و دستورالعمل داری میای. صبح به صبح باید کارتکستو تیک بزنی، اینو زدم، این کی اکانت حمله کردم، این کی حمله کردم، این کی حمله کردم، آخرش باید حقوقتو بگیری. این راهی که شما رفتی ما نقشه راهشو برای راهزناش میکشیدیم. قصه بعدی، مثال اتهام و تهمت زدن های بیمورد. میاد شروع میکنه یه تهمتی به یکی میچسبونه. بارها دیدیم ها، تو همه جا بوده ها. مکعب کامل شد. حالا منظور من چی بود از این مکعب رو بگید؟ ببینید، برای این که ما بتونیم یک پازلی مثل اینو حل کنیم یا بتونیم بفهمیم که داریم چیکار میکنیم، حتما باید از الگوریتم ها استفاده کنیم. برای این که اصلا ریستارت رو متوجه بشیم، من به دوستانی که تازه ریستارت ها رو گوش میکنن یا شب بخیر دانا رو، یا دوستانی که مثلا چهار تا برنامه از ریستارت رو گوش دادن یا چهار تا شب بخیر دانا رو گوش دادن، بعد میان اظهار نظر میکنن، میدونی اونجا مثلا آقای حسینی حرف زد، بهشون میگم مکعب روبیک فرمول داره، باید مطابق اون بری. از برنامه شماره یک باید گوش کنی بیای جلو تا متوجه بشی. میخوای عرفانیشو گوش کنی، از برنامه یکش گوش کن. میخوای برنامه های شب بخیر ایران رو گوش کنی، از برنامه یکش گوش کن، و به ترتیب بیا بالا. ظرف زمانی اون موقع هم اگه خواستی تحقیق کنی، مثلا تاریخی که اون برنامه ارائه میشه رو برو نگاه کن، و متناسب اون با اون برنامه بیا ببین چه اتفاقی میفته. یکی وجود داره چیه؟ داشتم توضیح میدادم خدمتتون که اکانت هایی یا این سیستم برای اینکه این مارپیچ به وجود بیاد، میان شروع میکنن انزوای اجتماعی منو قرار دادن، توی انزوا قرار دادن. این انزوا اولیش حمله شخصی بود، دومیش حمله به اکانت ها بود. که تاکید میکنم مهندس مج توی آخرین لایوش گفت که به هیچ عنوان حمله نکنید. در واقع حمله کردن داریم تو زمین اونا بازی میکنیم. هر حمله به هر اکانتی بکنید، رفتارها و الگوهای تکرار شونده رو نگاه کنید، و حمله کردن به اون اکانت ها یعنی در واقع من دارم اون گرداب سکوت رو برای اکانت هایی که دارم فعالیت میکنن به وجود میارم. نکته بعدی، گفتم میبرن توی یک سیستم گارد که
تو خیلی چه میدونم متعصبی، خیلی تعصب میکشی، خیلی نمیدونم آدم متعصب چیزی هستی، آزاد اندیش نیستی. وقتی میبرن تو این سمت تو باید دفاع کنی از خودت، باید به جواب بدی. بعد معمولا توی جمع تو رو منزوید میکنن، یعنی میبرن توی جمعی و شروع میکنن تخریب شخصیت کردن. آه اینو نگاه کن، تو اگه عقل تو سرت بود این حرفا رو نمیزدی، نمیدونم دنبال چی میگردی. با این روش در واقع تو رو میبرن به محاقه میکشن، یعنی میبرن توی جایی که حق تو ازت میگیرن. بعد مثال اتهام زدن، یعنی اتهامات و تهمت های بیمورد رو شروع میکنن زدن. آه فلانی مزدوره، فلانی جاسوسه، این فلانی من میدونم افشا میکنم مزدوره، سندت کو. ایشون همین روش استفاده میکنن. سید محمد حسینی میلیارد ها دلار پول دزدیده، آه سندت کو. فقط این اتهامو بزنن، از این مرحله بگذره. فلانی آدم کشته، دستش به خون آلوده است. چرا؟ مثلا پیرهن مشکی پوشیده، این عزادار آدم، قلبش عزادار شده. نمیدونم یه هزار و یه جور چیزو به هم دیگه رفت بکنه. اون تو این ذهن اینها رو به هم دیگه رفت میده، دو تا حالت بیشتر نداره. یا یه آدم با ذهن پریشون، یا اینکه داری توی این مارپیچه، یعنی سیستم های سازمان های امنیتی اطلاعاتی میان این کار رو انجام میدن برای اینکه توی ذهن دوستانی که یه مقدار فکر میکنن این چالش رو به وجود بیارن. بعد چی کار میکنن؟ چون میدونن، یعنی مس مدیا اون تلویزیونه که هست داره حمله میکنه و داره اطلاعاتش رو میده برای اینکه این مارپیچه به وجود بیاره، میدونن که 20% از جامعه که هاردکورن اینا آدمایی هستند که گاهی وقت قرص قرمز رو میخورن. قرص قرمز خورده ها رو میارن چیکار میکنن؟ قبلش برای اون قرص قرمز خورده ها، اونجایی که به شما گفتم ذکر رفرنس نمی کنیم، وقتی ذکر رفرنس نکنیم اینا تو این چیز میان اطلاعات رو میدوزن، ایده رو میدوزن، چون ایده ای ندارن، حرف جدید ندارن. که وقتی دوزیدن یه نفر آدمی که قرص قرمز خورده اونقدر اطلاعات فیک میان چیز بکنن، عرفان های چرت و پرت، نمیدونم فکرهایی چی، از ستاره پرستی بگیر تا نمیدونم کپریکورنی که رفته تو ساترن و نمیدونم فلان، همشونم اسپریچوال، روح خود را باز کنید، چشم سومم در نمیدونم لایه های عمیق چیز رفت، به بعد پنجم رفتیم. اون یکی میگه تو بعد پنجم، من میرم بعد نهم، ما تا بعد نهم رفتیم. یعنی یه سری چیزا رو هی شروع میکنن گفتن که آقا تو اگه یه حرف منطقی دارید اون با اون طریق، یعنی اون که قرص قرمز خورده اول مجبور بشه هر راهی رو بره تا تهش بعد ببینه چیزی توش نیست. دوستانی هستن که آقایون و قرآن گروه هایی هستن که از مثلا جریان ریستات زخم خوردن، نوندونیشون رو آجر کرده. خب این تمام تلاششو میکنه که این نوندونی که آجر شده یه جوری دوباره تو رو تو مارپیچ سکوت ببره، چون اگه هر کدوم از بچهای ریستارتی که این برنامه رو شنیدن دوباره دهن باز کنن، نوندونی اینا کوچیک و کوچیک و کوچیک‌تر میشه. اون سفره‌ای که داشتن مثلا در مورد بودا میگفت، در مورد چه میدونم اوشو میگفت، در مورد فیل پرستی و گاو پرستی از این جور چیزا حرف میزنن، اگه بچهای ریستارتی هم شروع کنن صحبت کردن، اون یارو دیگه تموم میشه، کاسه پیش تمومه، دیگه حرفی برای زدن نداره. اگه من برگردم بگم آقا ریستارت اینو گفته، عرفان اصیل ایرانی داره اینو میگه، مولانا، شمس، اینا اینو گفتن، خب دیگه چه چیزی میمونه برای ارائه طرف؟ پس مذاهب، گروه‌های مذهبی، همون جوری که تو برنامه در واقع قسمت دوم حکم امسال صورت دیگر است، لیدر ریستارت به خوبی در مورد تاپاله‌های سیاسی گفت. اینها هم تو همون مارپیچ سکوت استفاده میکنن، یعنی متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروه این گروهی آن پسندن، ولی به قول معروف دل آخون شد که خوبان آن پسندن، ولی داستانی که وجود داره اینه که اینا همه‌شون تلاش میکنن که برن تو همون مارپیچ سکوت. یه بحث دیگه که وجود داره اینه که خب اینا چیکار میکنن؟ یه به قول معروف یه بار مثلا میرن یه آتویی میگیرن، یه به قول معروف عصبانی میکنن، یه پرخاشگری، یه چیزی رو میگیرن، بعد اینو میکنن دائم تکرار 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 که صدای تو بسته بشه، یه وقت صدایی از کسی بیرون نیاد. چرا؟ چون میدونن که اگه این فرد حرف بزنه کل کاسبی اون سیستمای اطلاعاتی از بین میره، چون بچه‌هایی هستن که مثلا دارن در مورد ریستارت صحبت کنه، پس نباید حرف بزنن، به هیچ عنوان صدایی نباید بیاد بیرون.
پس انواع اقسام تخریبای شخصیتی، استخون و زخم، نمیدونم هر مدل کاری رو انجام میده و حالت چی؟ و حالت گروگان گرفتن، یعنی یه چیزی رو میاد گرو میگیره، یه چیزی رو چیز میده، حالت مثل دقیقا کاری که میگم دقیقا رفتار سازمان‌های اطلاعاتیه، آتو بهش میگن، آتو گرفتن، از طرف یه آتوی میگیره، یه بار میره مثلا یه طرف ازش یکی سکس میگیره، یکی نمیدونم یه حرفی رو میگیره، یکی عکسی رو میگیره، یکی یه دونه اسکرین شاتی رو میگیره، این میشه آتو که من در مورد این حرف بزنم، این آدم هر وقت حرف زد من سری رو میکنم، ببین این آدم چقدر بی‌ادبه، ببین این آدم چقدر نمیگه آقا این حرفش اصلا چی شده، چه اتفاقی افتاده، و مردم فقط به خاطر ایجاد عمومی رو سمیده همه میرن گوش میکنن میگن آه راست میگه آقا ببین، و ما داریم تو این مارکت سکوت بایکوتی که داره انجام میشه ادامه میدیم. اما یه مدل دیگه‌ش هم باه توهمه، یعنی به قول معروف بهتان بزن، بهتان بزن، یارو رو ریشه بزن، آقا بگو فلانی آدم کثیفه، خیلی نامردی، خیلی فلانی، الگوریتمش داره اینجوری کار میکنه، میگه آقا فلانی عجب آدم چیزیه، دزده، آقا دزده، بهتان بزن، بعد میگه آقا بهتان داری میزنی، خب این حقیقت نداره، فرصتی برای پاسخگویی طرف که ایجاد نمیکنه، که من تو مس مدیا خودم همه جا اعلام میکنم طرف دزده، و همه جا اعلام کردم طرف دزده، دیگه فرصتی برای پاسخگویی من پیدا نمیشه و من کلن حذف میشم، بهتانو میزنه و منو میندازه، طرفدارای من، کسی هم که از من طرفداری میکنه یا مثلا حق طلبه میگه آقا بیا بگو حرف بزن، اونم تو همین مارکیچ سکوت در واقع دوباره چیزش میکنه. و یکی دیگه از اون چیزایی که سیاستی وجود داره که در واقع همه چیزا استفاده میکنن، همه این دیکتاتورها استفاده میکنن، علل خصوص جمهوری اسلامی، سیاست النصر به رعبه و ترسوندن جهت فعالیت کردنه، یعنی یه زمانی میاد میگه آقا نکنی ها، هیچ کاری نکنی ها، خطرناک، خیلی خطرناکه، یه زمانی من میگم آقا امنیتم رو حفظ میکنم، با حفظ امنیت خودم شروع میکنم فعالیت کردن، اما من با اومدن این که به قول معروف یه سری خطر رو هی به طرف میگم خطر داره، در واقع باز دوباره کمک میکنم به بسته شدن صداها، یعنی اینا روش هایی که بعضیش خودمون داریم انجام میدیم، خودسانسوری و خودبایکوتی داریم، بعضیش در واقع به قول معروف دوستان دیگه دارن انجام میدیم. یکی که یه خانم در واقع نوعی گفتش که عقاید مختلف در گرداب سکوت از بین خواهند رفت، اما مردم هسته اصلی را تشکیل میدن، آنها میتوانند فرایند گرداب جدید را آغاز کنند که در نهایت یک نظر دیگر را نیز منقرض کنند، یعنی مردم هسته اصلی هم. خب موضوع چیه؟ قدیم تلویزیون بود، الان اون ذریب نفوذ تلویزیون که از یه جایی شروع کنه پخش کردن خیلی کم شده، یعنی ذریب هنوز هم هست و هنوز هم قویه، ولی ذریب نفوذش کم شده، الان با یه اکانت توییتر، یه اکانت اینستاگرامی، یه اکانت تلگرامی، یه اکانت تو کلاب هاست، یه هر چیز دیگه، نه این که بگم به همون اندازه قدرت داره، ولی امکانه به قول معروف شرایط مسابقه رو یه ذره فیلتر کرده، بماند که تمام سیستم های امنیتی با پول های هنگفت نشستن و دارن آدم استخدام کردن، خبر دارم که میگم ها، یعنی توی به قول معروف چیز مثلا توی ما خبر دارم دوستان مثلا توی انگلستان طرف میگه تو کلاب هاوس ساعت 1500 تن میگیره فقط توی کلاب هاوس بزرگ داشته باشه، شغلش اینه، آدم هایی میشنسن توی همچین شغلی رو دارن، و گفتم سیستم های امنیت اطلاعاتی با چیز کردن، با همین تخطیه کردن و حمله شخصی کردن به آدم ها، فقط و فقط تنها کاری که میکنن اینه که آقا ببن صدای این رو ببن، هیچکی صدای این رو نشنوه، فقط و فقط صدای این بسته بشه، این مزدوره، این آدم فروشه، این نمیدونم چیز میکنه، این به قول معروف زده همه رو کشته، با اتهامایی که میزنن. خب پس راهکار چیه؟ راهکار اینه که اونا دارن این کار رو انجام میدن، ما از این ابزار مدیایی که وجود داره و هممون در دسترسمون هستش، ما میتونیم یک کاری کنیم،
ببینید توی روابط اجتماعی قانونی وجود داره. ارتباط بین یه آدم و یه آدم دیگه یه رابطه دو طرفه است. یه بین این و یه بین این. اگه آدم سوم بیا تجا به این ارتباطات بین این سه تا آدم میشه سه فاکتوریل. از جمله تساوی سه فاکتوریل استفاده میکنه. یعنی اینکه از تساعد فاکتوریل استفاده میکنه و از فاکتوریل تبعیت میکنه. وقتی که میگه فاکتوریل تبعیت میکنه یعنی رشدش یه شکلیه. ده نفر آدم بشه میشه ده فاکتوریل، صد نفر بشه میشه صد فاکتوریل. برای شکستن این من باید از یک روش و یه سری با تساعد رشدی سریعتر استفاده کنم. مثلا نتورک مارکتینگ، مثلا دو به توان N. این رشدش سریعتر از فاکتوریله. و اگر من بتونم از همچین سیستمی استفاده کنم و جو عقیده و جامعه گسترش بدم، در واقع روشی که دارم استفاده کنم روشی که درسته. لیدر نیستا پیشمندانه گفت یکی یکی دوتا دوتا برید به همه اطلاع بدید. یعنی این روشی که استفاده میکنی روشی که یه نفر دو نفر برم برید اطلاع بدید. ما الان مقابل سد سانسوری، اما بلندی دیوار از کوتاهی قامت ماست. هیچ دیواری بلند نیست اگه ما قدمون بلند بشه. اگه ما بتونیم آدمهای قد بلند درست کنیم، جایی برای نه چسبوندن نمیدونم کلقوز و چقله و تاپاله و از اینجور چیزا اصلا ایجاد نمیشه. ما باید از قانون توزیع احتمال استفاده کنیم. ما باید تعداد صداهایی رو که در واقع میان حرف میزنن و در واقع میان صحبت میکنن رو ببریم بالا. این تعداد صداها باید بره بالا. بچه ها باید تمرین کنن، رشد کنن و بتونن حرف بزنن. و وقتی که شروع میکنن حرف زدن، یواش یواش این تعداد صداها بره بالا. بلندگوهای ما اکوهای بیشتری پیدا کنه. مارفیس سکوت تا الان اینجوری بوده. وقتی اینجوری بشه ما به صورت نتورکی عمل کنیم، هیچی قرار نیست به کسی ارتباط بگیره، فقط نتورکی، هرکی دوتای خودشو میزنه. با این سیستم فقط شروع میکنیم مارکیچو بر میگردیم، هیچی قرار نیست بگیره کی به کیه. ولی وقتی که شروع میکنیم صداها پخش میشه، این اکو میشه. الان بچه ها دارن زحمت میکشن توی اسپیس ها، توی به قول من توییتر، خیلی ها نمیتونن لایف بیان، خیلی ها نمیتونن بیان لایف اینستاگرام و نمیتونن چیز انجام بدن، اما میان اسپیس ها، میان توی کلاب هاست، میان توی جاهای مختلف و شروع میکنن کار انجام بدن. و وقتی که این کار انجام میدن، شروع میکنن به قول معروف چیز کردن، این مارکیچ، این اکو میشه. یه نفر آدم میگه این هنوز تمام نشده، یکی دیگه بگی. این پخش میشه ساعت‌های مختلف 24 ساعت روز، همه شروع میکنن هی اکو کردن مثل جیک جیک گنجشکاست، جیک 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 جیک. اون اونقدر تکرار میشه که جوری میذاره دیوار صوتی میشکنه. الحمدلله به لحاظ محتوایی بسیار قدیم، هر روز داره لیدر اینستا یه برنامه جدید میاد، یه دونه چیز جدید، آس جدید رو میکنه، کلن ولوله میندازه توی جمعیت. یعنی یه جب دقیقه داری فقط گیر چیه؟ گیر اینکه توی وسطی که در واقع همه با هم دیگه دارن چیز میکنن، این جب را افتاده، ذکر رفرنس نمیشه. یه هایی میبینیم یه نفر میاد میگه آره من دقیقا میدونم آقای مثلا سعید امامی زنده گور شد رو همین صندلی که من قبل یه دوستی برگشت به من گفت رو همون صندلی به منو بردن، رو اون صندلی امین حیایی رو داشتن چک میزدن. یعنی سناریو داستان همونه، اسم اون آدم که مهران مدیریه عوض میشه میشه امین حیایی. این چقدر تابلو. و داستان جالب ترش اینه که شما داریم از این استفاده میکنیم و بدون ذکر رفرنس شروع میکنیم حرف زدن. خب چی گفتم؟ ذکر رفرنسه اونی که قرص قرمز میخوره، اون 20% تا قرص قرمز رو میخوره میاد بیرون میبینه محتوا سعید امامی، خب ببینم سعید امامی چه خبره. بعد میبینیم اکوی از بچه های ما نیست، صدای از بچه های ما پخش نمیشه. بعد یارو میگه، یه نفر میگه آره من در مورد همه میگم بح 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 بح. بعد 6 ماه 7 ماه یارو باید دنبال یارو بچرخه تازه بتونه یه صدای دیگر رو بشنوه. آن چیزی که از دست میره زمانه، و آن چیزی که از دست میره ما تنها راهی که وجود داره اینه که قانون توزیع احتمال رو استفاده کنیم با حفظ امنیت و بدونیم که آدم هایی که دوباره بگم
هر کسانی که حمله فردی و شخصی میکنن، کسانی که دنبال هویت ها ماهیت های تو کی هستی؟ این نفوذیه. اگه راست میگی بگو اسم بابات چیه؟ شماره شناسنامه چنده؟ کجا هستی؟ بگو برو یه عکس از خودت با تمام رخ نشون بده. تو عزیز من اون راهایی که رفتی گفتم، ما برای راهزنش نقشه راه میکشیم، شما دنبال بستن صدایی میدین ترسونه کسی. من این ماسکو زدم نه این که بگم نمیتونم ماسکم رو، میتونم قشنگ ماسکم رو بردارم چهره رو بدیم. من به احترام دانشمندان ریستارتی دارم میگم، سرخم میکنم به احترام بچه های ریستارتی که همشون چه سوادی، چه فهمی، چه شعوری، چه همه چیز از من باشین ترن. من این ماسکو زدم به احترام اونایی که نمیتونن حرف بزنن و نمیتونن تصویر بدن. منم این ماسکو زدم و دارم میگم که آقا هر کسی هم میخواد صحبت کنه، اگه میتونی امنیتو حفظ کنی، میتونی لایف بری، ماسکتو بزن بیا حرف بزن. من دنبال هویت تو نیستم، هیچ کس دنباله. کسی که دنبال هویتته میاد شروع میکنه چیکار کردن، میاد شروع میکنه دنبال هویتت بگه که صدای تو رو ببنده، صدای تو بسته باشه. برای این که صدا اون مارکیچ سکوت اتفاق میفته میاد شروع میکنه میگه آقا فلانی کیه؟ اگه راست میگه بگید ببینم این فلانی چیکار کرده، بیا بگو ببینم چرا فلان جا با فلانی رفته میدی، چقدر مگه این کار رو کردم. آقا فلانی چرا یه روز با فلانی مثلا لایو رفته که چی؟ بیا واقعا این چرخه رو بشکستیم. هر کسی که این کاری که ببینیم که داره تو کجا بازی میکنه، زمین بازیش مشخص میشه. من مشخص میشه که آقا بستن صدا، دوباره رفرنس میدم برنامه طلوع امپراتوری کوروش قسمت اول، ما بستن صدا نداریم. برنامه گاند شاه لیدر گفت من هیچ وقت فرمان بستن صدایی نمیدم، هیچ وقت فرمان بایکوت کردن نمیدم. اگر یه روزی بچه ها خواسته یا ناخواسته عصبانی شدی، دستت رفت رو دیپورت یه نفر، دستت رفت چه دشمن خونی که بدون که یه بار دیگه برو ریستارت رو از اول گوش کن، یه بار دیگه برو صحبت رو از اول گوش کن. و پرواره اینه که ما بتونیم تعداد اکوهامونو ببریم بالا، تعداد جیکجیکامونو ببریم بالا. دیوار بلندی دیوار از کوتاهی قامت ماست. ما باید آدم های قد بلند رو به تعداد زیاد ببریم. اگر میخواییم آقا این یه وصیت به همه شما، اگر میخواییم تاپاله چلقوز یا چیزی به اپوزیسیونمون نچسبه در آینده اتفاق نیفته، تعداد رو ببر بالا 100 تا 500 تا 1000 تا. وقتی این کارو بکنیم کسی نمیاد دنبال مشهور شدن باشه، کسی نمیاد دنبال چیز باشه. و اون این داستان رقابتی که ایجاد میشه همون آنتروپی رو تولید میکنه که لیدر ریستارت گفته. پس من از همینجا از محضر تمام بچه های ریستارت، اولا که در محضر همه تون درس پس میدم، کوچیک همه تون هستم و واقعا به قول معروف تو این مدت ها خیلی چیزا از شما بزرگوارا یاد گرفتم، اما اینو عرض میکنم که دست تک تکتون رو میبوسم که توی این فضا داریم فعالیت میکنیم با حفظ امنیت، که همه تون میدونیم امنیت به قول معروف اولین سنگ بنای حرکت در فضای مجازیه. با حفظ امنیتتون، امنیت کلامی، امنیت فیزیکی، امنیت به قول معروف سایبریتون، همه رو وقتی رعایت میکنی ولی این فرایند و این فضا رو ایجاد کنی، این جیکجیکا رو زیاد کنی، کمک کنیم به کسایی که میتونن جیکجیک کنن، بذاریم جیکجیک کنن، کسی نیاد صدا رو بدنده. پروژه نفوذ رو یافتیم، نفوذی های فلان، اکانت فلان، ایشون بمیدونم فلان است، این آدم خیلی چیزه، این آدم بیعدده، این آدم با عدده، این آدم نمیدونم اینجوریه، این داره حمله میکنه برای بستن و صدا. یه صدا هم برای ما یه صدا، برای ما اپوزیسیون ریستارت لیدر داره، ایشون داره تمام تلاشش میکنه تو مسیری که خودش میدونه. وظیفه ما اینه که از ما حرکت، از اون خوشگله برکت، اون کسی که میشناسیم برکتش بیاد. کاری هم که ما باید بکنیم اینقدر این تعداد صداها رو زیاد کنیم و ذکر رفرنس، ما دیگه تغییر نداریم، دیگه لیدر ما لباس گل تنش نیست،
لباس گلدش در آورد، اون اداها رو دیگه بازی نکنی و فقط و فقط با ذکر رفرنس حد اقل حقی رو که گردن اون هست که لیدر لستار بیمنت این برنامه های میلیون دلاری شد در ما گذاشت، ما حد اقل کاری که باید بکنیم حق مالک و به قول من مؤلف و مصنف و رعایت بخواییم بکنیم اینه که با ذکر رفرنس بگیم. اگر یه صحبتی شد ذکر رفرنسش رو حتما بکنیم. این خواهش من از همه شما بزرگوارانه و تقریبا میتونم بگم صحبت هایی که کردم تموم شد. به دوستانم بگید هر چیزی یک الگوریتم داره، الگوریتم رو بشناسیم و بعد نسبت بهش اقدام انجام. ما وقتشی که مارپیچ رو برگردونیم روی زمین خودشون بزنیمش رو زمین.